خوش برگشتین عزیزا و ادامه سلام زندگی. واقعا عالی آغاز شده به نظر من، چرا که من در میان رسامی ها و نقاشی های کسایی هستم که حاصل چندین سال زحمتشان هست و نام خدای استودیوی ما را هم رنگین کرده با نقاشی ها و رسامی هایی که با خودشان آورده در کنار ما هست در ست هست. و میزبان زینت عثمانی و فرهد نور هستم، دو تا دختر خانم کاملا با استعداد، فوق العاده دخترای خوب و پر از لبخند که امروز صبح مهمان استودیوی ما هستن و تمام نقاشی های زیبایی که در کنار میبینین حاصل زحمات این دوتا دختر خانم فعال هست. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدی فرهد جان. بگویم ابتدا نام خدایی که به اذنش نیاید صدای. ابتدا اول سلام بر شما تمام بینده های تلویزیون زیبای یک برنامه سلام زندگی. سلامت باشی، خوش آمدی زینت جان. خوش باشین، سلام به همه بیننده های عزیز تلویزیون یک. ما خوشحال شدم از آمدن هر دویتان. نام خدا، همه نقاشی ها و رسامی هایتان آوردن یا هنوز هم مانده در خانه؟ نه، هنوز مانده، ایخو کم شست. ایخو کم شست. امی همکار مرحمت جان وقت نقاشی ها رو می آورد بسیار زیاد بود. این نشان می ده که این دختر خانم ها در دنبال هنرشان تلاش زیاد کردن تا تانستن که اقدر آثار خوب را از خودشان جا بگذاره که در هر جای با دست پر به برنامه بره. ما از فرهد می خواهیم در اول بپرسم چقدر نامت مقبول هست و معنای نام چی هست؟ لبخند خوشی. لبخند خوشی؟ بله. اینه در اول صبح باشه یک نفر که نامشم لبخند و خوشی باشه، دیگه از این که خوبتر نمیشه. فرهد جان بر ما بگو چقدر مدت میشه نقاشی یا رسامی میکنی، چقدر اثر داری تاله؟ من مدت 7 ماه میشه که نقاشی و رسامی میکنم. اثرا خود زیاد است، اینجا کمتر شدیم و همچنان یکی از دانش آموزان مرکز آموزش و آزمون های بین المللی اکسپرت هستیم، دیپارتمنت هنرای زیبا، که مدت 7 ماه میشه و همچنان اثرا دیگه است. بسیار خوب، در 7 ماه نام خدا آثار بسیار زیادی داری. فرهد جان بر ما بگوید که اگر کدام سبک هست نقاشی رسامیتان، با پنسل هست، با رنگ روغنی هست یا کدام سبک نو هست؟ خب نقاشی و رسامی سبک های جداگانه داره. ابتدا از رنگ پنسلی شروع میکنیم، بعد از رنگ پنسلی، باز آب رنگ، باز رنگ روغن و همچنان ما از ابتدا از پنسلی که شروع کردیم، همین در مدت 3 ماه تقریبا هم طبیعت، هم چهره و هم مدل خلاص کردیم و چند وقت پیش ما یک فراغت هم داشتیم که از پنسلی فارغ شدیم و حالا کارهای ما در آب رنگ و رنگ روغن است. بسیار عالی، بسیار زیبا. زینه جان بر ما بگه که چقدر مدت میشه خودت نقاشی رسامی رو شروع کردی، چقدر آثار داری؟ من مدت 9 الی 10 ماه میشه که در مرکز آموزش و آزمون های بین المللی اکسپرت تحت نظر استاد محمد سمی سیرت درس خواندیم و امی 3 ماه اول ما پنسلی کار کردیم، 3 ماه بعدی رنگی پنسلی و 3 ماه بعدی حال رنگ روغن کار میکنم که رنگای روغن هم در جریان هستن. بسیار خوب، سوژه هایی که انتخاب میکنی بر نقاشی چی هست؟ طبیعت هست، چهره هست یا که خیالات هست، تخیلات هست؟ من در پنسلی و رنگ پنسلی همیشه چهره کار میکنم، در رنگ روغن هم چهره کار میکنم و هم طبیعت کار میکنم، ولی در نقاشی رنگ روغن بسیار از سوژه های طبیعت استفاده میکنم. بسیار عالی. فرهد جان قبل از اینکه با نقاش شروع کنید، کدام نقاش که خودت بسیار کارایش را دوست داشتی دنبال میکردی که تانسته الگو بگیری خودت هم نقاشی را شروع کنید؟ بله، من از استاد محمد سمی سیرت که استاد فعلا استاد ما هستن، وقتی که میدیدم که در تلویزیون دعوت میشدن اونا رو میدیدم، همینطور شوق مام زیاد در هنر آمد و بسیار پالیدم تا که پیداشان کردم و کورس پیدا کردم که استاد دوج تدریس میکرد و بالاخره ما هم تانستم که یک کم بهش نقاشی یاد بگیرم. بسیار خوب، در این 7 ماه نام خدا فکر میکنم خوب کار یاد گرفتی. بله. نقاشی را عالی است. این نقاشی یا رسامیه که با پنسل کار شده. بله. پیش فرهد جان هست، چهرهش بسیار زیاد آشنا هست که همگی ما با این چهره آشنا هستیم. میشه خود فرهد بیشتر صحبت کنه که چقدر مدت طول کشید تا این را رسامی کنید؟ خب این تصویری که ببینین این شربت گل است که همگی میشناسن. همچنان مدت 4 روز مثلا از این کار کردم که ابتدا اول اسکیج و پرداز چیزا شد، در مدت 4 روز این رسم ختم شد.
چهار روز طول کشید تا که خلاص شد. این دوره کار پنسلیت بود یا نه در اواخر بود؟ نه خیر در اواخر بود، به خاطر که گفتیم که فراغت داشتیم، به خاطر فراغت میرسم کشیدم. خب امتحان دادی دیگه؟ بله امتحان دادم. واقعا که چشمه های شربت گل سوژه خیلی از نقاشا و کسایی که هنر نقاشی هم داشت شده بود و فرحت هم سوژه خوب را انتخاب کرده. زینت را میگم که زینت جان کدام نقاشی از خودت است؟ بس میای بودیم ای شربت گل اینا دیگه وایسی تابلو نقاشی. بسیار خوب، پس بیاین در مورد صحبت کنیم. شربت گل را فرحت با پنسل کشیده و زینت جان با قلم رنگه کشیده. میشه که در مورد این معلومات بده چقدر مدت را در بر گرفت و چرا شربت گل را انتخاب کردی؟ به خاطر که شربت گل یک چهره آشنا است، یک بسیار تصویر زیبا، چشمای قشنگ داره، به می خاطر ایره انتخاب کردم و دهنگام کشیدن از این من بسیار لذت بردم که ایره من کشیدم و همچنانی در ظرف دو روز الا سه روز می ایره خلاص کردم. بسیار خوب. کسایی که چشمایش مقبول نیست با شما نقاشی نمی کشید؟ نه خیر، نقاشی یا رسامی باید امو رسم دلخواه آدم باشه که علاقمند امو رسم شود، باز امو رسم بکشه. ما علاقمند تصویر شدم و کشیدم. خوب شد گفتین. من میخواستم بگم که خیر یک دانه عکس مرام رسم میکنین. چرا نه؟ من میشینم که دلخواه باشم. نه خیر، شما خود دلخواه هستین. واقعا شوخی کردم امرایتان. نام خدا نقاشی ها و رسامی های زینت عزیز و فرهد هم بسیار زیاد هست. در اینجا ما از تقدیر نامه ها و تحسین نامه های این دوتا دختر خانم فعال هم داریم که نشان می تینا بسیار زیاد تلاش کردن تا تانسته این تحسین نامه ها و تقدیر نامه ها را به دست بره. مبینو می از کی است؟ زینت. زینت جان میشه صحبت کنین که ایره در کدام مناسبت گرفتین؟ ای تحسین نامه است که در رسامی پنسلی ما ایره گرفتیم از طرف کورس و از طرف استاد که ماه رو امضای مرکز آموزش و آزمون های بین المللی اکسپرت و امضای استاد محمد سمی سیرت است. بسیار عالی. از فرحت همچنان هست؟ فرحت عزیز میشه خودت هم صحبت کنی؟ بله، یا این تصدیق نامه ایم است که چند وقت پیش که فارغ شدیم، این تصدیق نامه را به خاطر رسامی پنسلی استاد ما و همچنان به کمک نگارستان ملی تهیه کردن. این تصدیق نامه را و همچنان تقدیر نامه هم وجود داره. بسیار عالی. چی فکر میکنین؟ تا کجاها خواد رسید این هنرتان و آینده این می هنرت را تا کجا میبینی؟ خب به خاطر که سعی تلاش ما زیاد است و میتونیم که این هنر ما رو پیشرفت دیدیم و یک روز انشالله بخیر قسمی که استاد ما پیشرفت کرده و قسمی که دیگر هنرمندای کشور پیشرفت کرده ما هم انشالله میرسیم. یک وقت عکس ها و نقاشی های فرحت را در دنیا ببینیم، در مجله های دنیا ببینیم که چقدر معروف شده و او زمان به تمام آرزوهایش رسیده. بر ما زینت میگه که کی تشویق، اصلا کی برد گفت که نقاش، خودت یا یک نفر یک الگو شد، یک سوژه شد برات که باید نقاش شوی؟ مادر جانم حامی سرسختم است و او مرا گفت که نقاش شو و او بسیار علاقمندی سرسخت داشت به نقاشی و به می رسامی و نقاشی و او باعث ازی شد که من امروز تا اینجا برسم و خیلی سپاسگزار هستم. واقعا که مادرای عزیزه که همیشه حامی و حمایتگر دخترانش بوده، مخصوصا در افغانستان، که یک مادر بیای بگه که دخترم نقاشی، بسیار گپ کلان است دیگه. نه چرا که معمولا مادرها دوست داره یا معلم شوه دخترش یا دکتر شوه، یکی اقدر آرزوهای دخترش هم در نظر میگیره. عالی است. در کدام نمایشگاه هم شرکت کردین هر دویتان؟ بردن نقاشیتان ایتال یا نه؟ تا فعلا نه، ولی همه ساله جشنواره‌ای از طرف مرکز ما مشترکاً با موسی میلیانوف و نگارستان ملی برگزار میشه که اینجا بخیر چند روز بعد بخیر بازم یک جشنواره است. اگر خواست خدا بود باز اشتراک میکنم. بسیار خوب. شمار کردی چند تا نقاشی رسامی کردی؟ نه خیر، به خاطر تعدادشان زیاد است. خب تقریبا شاید زیاد باشه، ولی تا طبیعت آسان است یا چهره؟ خب اگر ابتدا چهره کار کنیم طبیعت بسیار آسان میشه، ولی اگر طبیعت کار کنیم باز چهره سخت میشه، چون طبیعت ساده تر است از چهره کرده. چهره تشویری کرده، اول چهره کار کرده. در صحبت هایش هم تا گفت حال دیگه طبیعت برات آسان شده. بله. بسیار خوب. گفتنی آخر چیز زینت جان به دختر خانمایی که دوست داره ولی هنوز جرأتی کار نداره که بیاید شروع کنه به نقاشی رسم؟ هر فرد
هر فرد در وجود خود یک استعداد خاص داره و استعدادهای باید تا که یک شخص خودش نخواهد مستعدادش آشکار نمیشه و استعداد هنرام باید استعداد هنر دست کم نگیرد و بهترین مکانی که ما امی استعداد خود آشکار کردیم مرکز آموزش و آزمون‌های بین‌المللی اکسپرت بود که تحت نظر استاد محمد سمی سیرت بود و اگر خواستن استعدادشان دمو مکان بهترین جای است که استعداد خود آشکار کنند. بدون شک. و صحبت پایانی فرحت عزیز. خب به من گفتنی و تمام همه بینده های تلویزیون یک دارم که در زندگی خود همیشه استعدادهای خود رشد بدن و همچنان همیشه شکرگزار در نعمت خداوند باشن، چون انسان چیزایی که فعلا ما داریم شاید دعای شبانه بسیاری از انسان ها باشه و کوچکترین چیزای ما بزرگترین آرزوی بعضی ها می باشه. و در آخر تشکری خاص از استاد محمد سمی سیرت که واقعا تلاش کردن. سلامت باشید. ما برای هر دوی تان آرزوی موفقیت میکنم. امرقم که گفتم انشاءالله یک روز در جهان ببینم که شما تا بسیار معروف شدم، چون من دیدم که چقدر زحمت کشتید. انشاءالله خوش آمدین. بسیار زیاد موفق باشید. تلویزیون یک و برنامه سلام زندگی همیشه در تلاش ای هست که بتانه شما عزیزا، شما جوانایی که استعداد دارین به برنامه دعوت کنند، در کنارش ما بتانیم تاثیر بسیار کوتاه و کم و کوچک هم که داشته باشیم روی نمی استعدادتان بزرگترین کار است. حامی شما همیشه می باشیم.